الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والحاصل أن الأمر دائر. بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ذنا وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا همان طور كي و ومكرر تو بحث ما در احتياط هست كي در واقع مساوي عملي إجمالي بعد از آنی که وارد مبحث علم اجمالی شدیم شیخ فرمودن که دو تا بحث را در علم اجمالی داریم یک بحث حجیت علم اجمالی است که انشالله بعدا خواهد آمد و دیگری هم عمل به علم اجمالی است که اسم دیگر اون را میتوان احتیاط نامید در ارتباط با احتیاط و عمل به علم اجمالی 16 صورت متصور شد که از این شونزه صورت اون صورت هایی که مربوط به توسل یاد باشد شیخ براحتی و بازیر سقاط فرمودن که احتیاط کردن و عمل به علم اجمالی در چنین مواردی که توسلی باشد اشکالی ندارد اما در جایی که عمل ما باشد و خصوصا جایی که احتیاط کردن باعث تکرار باشد اینها معرکه ای آرا هست و نیازمند بحث های تفصیلی داشت و شیخ اعظم رضوان الله علیه کلا بحثی جواز احتیاط و عمل به علم اجمالی را در طی چهار مبحث در این مقام تعقیب میکند اولین مقام عبارت بود از عمل به علم اجمالی در فرض تمکن از علم قطع که این هم خودش دو صورت داشت یکی در مواردی که احتیاط باعث تکرار عمل باشد و دیگری مواردی که احتیاط باعث تکرار عمل نباشد در خصوص این دو صورت در جایی که تمکن از علم و قطع داشته باشیم شیخ با اما و اگر گذشت و نظر قاطع روشنی در این خصوص ارائه ندادن اما در جایی که بخواهیم عمل به علم اجمالی و احتیاط بکنیم و تمکن از زن داشته باشیم که البته بحث را از زن مطلق شروع کردن اون زنونی که از طریق دلیل انصداد یا مقدمات انصداد حجیت اونها به اثبات رسیده است آیا احتیاط و عمل به علم اجمالی در فرض تمکن از زن مطلق تفصیلی صحیح هست یا نه بازم شیخ برای مسئله دو صورت را درست کردن صورتی که احتیاط کردن باعث تکرار نباشد که مسئله آسانتر هست اقل و اکثر ارتباطی است و در جایی که احتیاط باعث تکرار باشد حتی در جایی که احتیاط باعث تکرار باشد باز از آن جایی که احتیاط باعث قطع به با امتصال می شود و باعث می گردد که یقینی به امتصال و درک واقع پیدا بکنیم قاعدتا نباید احتیاط مشکل داشته باشد اما در طرف مقابل شیخ فرمود سیره متشرعه را داریم در طرف مقابل فرمودن که ارز کنم اجماع را داریم که اگر ما می توانیم در خصوص یک عبادت زن تفصیلی پیدا بکنیم نباید از طریق احتیاط و علم اجمالی تکلیف خود را امتصال بکنیم این بود گزارش کوتاه از ماحصل مباحث گذشته در این مقام که از این ول حاصل که درس رسمی این جلسه شروع می شود شیخ در مقام نتیجه گیری و جنبندی بحث هست یعنی بعد از آنی که فرمودن هم احتیاط و قول به احتیاط دلیل دارد و هم قول به حرمت احتیاط و عمل به علم اجمالی دلیل دارد که عبارت باشد از سیره متشرعه و اجماع فعلا ارز کنم همین مباحث را می میکند و در صدد ارائه نظر نهایی خودش هست لذا میفرماید که والحاصل حاصل اینکه امر دائر هست بین تحصیل اعتقاد تفصیلی به حکم واقعی اگر باشد اون اعتقاد تفصیلی زن یعنی اگر چی از طریق زن و اعتقاد تفصیلی زنی امتصال بکنیم تکلیف خود را این یک طرف امر هست این یک طرف دستاورد ما هست و از طرف دیگر و بین تحصیل علم به تحقق اطاعت اگرچه اون علم به تحقق اطاعت اجمالی باشد یعنی یک طرف یقین به اطاعت حاصل می شود یقین اجمالی ولی از طرف دیگر در طرف مقابل اعتقاد تفصیلی حاصل می شود منتها زنی حالا اگر احتیاط بکنیم یقین به اطاعت اجمالی داریم اگر عملی به زنی مطلق بکنیم یقین به اعتقاد تفصیلی منتها اعتقاد تفصیلی زنی روچان با کدام یکی هست شیخ می فرماید فما قطع نظر با قطع نظر از دلیل خارجی اگر مانع خاصی در این میان نباشد می باشد دومی که تحصیل علم به تحقق اطاعت باشد مقدم بر اول که اعتقاد تفصیلی باشد فی مقام الاطاعت در مقام اطاعت و اسیان به حکم عقل و قلاب به خاطر که عمل به احتیاط یا عرض کنم اخذی به علم اجمالی باعث یقین به درک واقعیت می شود باعث یقین به تحقق اطاعت می شود و این حالت راجع هست بر زن بر اطاعت هم به حکم عقل که اصرار دارد بر درک واقع و تحقق اطاعت و هم به حکم وقلا که وقلای عالم در وقت مواجهه با یک طریق زنی و طریق قطعی یقینا طریق قطعی را بر طریق زنی ترجیح میدهند گرچن اون طریق قطعی ما علم اجمالی باشند لذا می فرماید دومی مقدم بر اولی است در مقام اطاعت به حکم عقل و اقلا لکن بعد از علم به جواز اول بعد از آنی که یقین داریم که عرض کنم عملی بزن جایزه هست قطعا و شک در جواز دوم در شرعیات اما عملی به علم اجمالی و احتیاط در امور شرعی مشکوک هست و چرا مشکوک هست به خاطر معنی کردن جماعت از اصحاب از اون عمل به احتیاط و اطلاق اون اصحاب اشتراط نیت وجه اش را اینها همه گی فرمودن که قصد وجه شرد هست و از طرف دیگر گروه از هم معنی کرده اند بنابر این عرض کنم که این دلیل می شود که ما باید احتیاط را نادیده بگیریم و بر اساس زن تفصیلی عمل بکنیم شیخ میفرماید لکن بعد العلم به جواز الاول و شک فی جواز ثانی فی شرعیات بعد میفرماید که فل احوت ترک ذالک احوت آن است که عرض کنم خدمت با سعادت شما ترک نمودنی همون اولی هست عرض کنم خدمت با سعادت شما احوت آن است که خود عمل به علم اجمالی را ترک بکنیم اگر چه اون ترک کردن واجب نباشد یعنی مقتضای احتیاط اینجا است که احتیاط را نادیده بگیریم عمل به علم اجمالی نکنیم بلکه بر اساس زن تفصیلی تکلیف خود را انجام بدهیم چرا عرض کنم به علت این که نیت وجه لو قلنا به اعتبارک اگر به شرط بودن نیت وجه رای بدهیم فالاحوت ترک ذالک فل احوت پس احوت ترک و اون عمل با علم اجمالی است اگرچه اون ترک کردن واجب نیست اگر ما به زن تفصیل عمل بکنیم قصد وچ از ما محقق می شود اما اگر به احتیاط عمل بکنیم قصد وچ محقق نمی شود لذا می فرماید احوات آن است که این را ما ترک بکنیم به علت که نیت وچه لو قلنا به اعتبارک اگر به اعتبار اون نیت وجه گفتیم فلا نسلمه پس قبول نداریم اون نیت وجه را ما الا مع العلم بالوجه مگر بر صورت علم داشتن به قصد وجه یا زن خاص شیخ فرمود که ترک کردن احتیاط واجب نیست بلکه بهتر و مستحب هست و خاطر که عمده اینجا قصد وجه هست و قصد وجه هم اگر بر فرض شرط باشد در جای است که علم به وجه داشته باشیم یا ارز کنم زن خاص به ارز کنم قصد وجه داشته باشیم از طریق خبر واحد ثقت اما از طریق زن مطلق که شیخ میفرماید برای من ثابت نیست لذا ارز کنم خدمت با سعادت شما از طریق زن مطلق ما نمی توانیم کلا احتیاط را حذف بکنیم لذا میفرماید نه زن مطلق اون چنان زن مثبتی که ثابت نشده از قائل به اون زن مطلق جوازش را ثابت نشده از قائل به اون زن مطلق جواز اون ثبات را الا به عدم وجوب الاحتیاط مگر ارز کنم به دلیل عدم وجوب احتیاط نه به عدم جواز احتیاط فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط پس چگونه معقول می باشد تقدیم نمودن اون زن تفصیلی را بر احتیاط خلاصه کلام شیخ رضوان الله علیه یا دلیلش آن است که زن مطلق اعتبارش از طریق مقدمات انصداد به دست میاد یک از مقدمات انصداد آن است که عمل به احتیاط واجب نیست نه اینکه جایز نباشه یعنی می به احتیاط عمل کرد و چون عرض کنم خدمت با شما عمل به احتیاط واجب نیست یعنی جایز هست بنابراین با توجه به دلیل این مقدمات نیست نمیتوان عرض کنم خدمت با سعادت شما اینجا زن تفصیلی را بر علم اجمالی مقدم کرد در نتیجه از نظر شیخ رضوان الله تعالی علی اشکال ندارد که کسی عمل به احتیاط داشته باشد حتی در عبادات و حتی اگر باعث تکرار قرار بگیرد خب این تمام بحث راجع به سوال دوم یا مبحث دوم عمل به علم اجمالی در صورت تمکن از زن مطلق سوال بعد این هست که عمل به علم اجمالی یا احتیاط در صورت تمکن از زن خاص حکمش چیست طرف می تواند ارز کنم بر اساس خبر واحدی که وجود دارد ردق و فتق امور بکند یعنی ارز کنم خدمت با سعادت شما راه زن خاص برایش باز هست آیا با وجود این عرض کنم خدمت با شما عمل به احتیاط جایز خواهد بود یا نه در پاسخ می و اما لو کان زنوک اما اگر زن از اون زنونی باشد که اعتبارش بالخصوص به اثبات رسیده است فظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط پس ظاهر است که تقدیم زن بر احتیاط اگر عرض کنم این احتیاط متوقفی بر تکرار نباشد مبنی است بر اعتبار قصد وجه و حیث و قد رجحنا فی مقامه و از آنجایی که ما ترجیح دادیم در مقامش که کتاب تهارت باشد عدم اعتبار نیت وجه را پس اقوا جواز ترک تحصیل زن و اخذی به احتیاط هست و من هنا القول به صحت عبادت المقلد از اینجا ترجیح داده می شود قول به صحت عبادت مقلید اگر اخص بکند به احتیاط و ترک بکند تقلید را الا انه خلاف الاحتیاط مگر این که ارز کنم خدمت با سعادت شما این قول خلاف احتیاط هست از جهتی وجود قول به از جماعت و از گروهی بنابراین در ارتباط با زن خاص مثل زن مطلق دو تا بحث را شیخ دنبال میکند یکی در جایی که عمل به زن خاص باعث تکرار احتیاط بشود و دیگری اینکه احتیاط یا عمل به علم اجمالی باعث تکرار نشود غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محمد <تصفح> اللهم صل على محمد وال محمد